ما تو روایاتمون داریم، لکن بزرگانی از علمامون نداریم قائلا که 11000 آیه ساقط شد. ببینید، پس ببینید خیلی فرقه بین اهل سنت میگن بله تو کتابهای امام چی هست، لکن علمای محقق کلامیمون نگفتن ما این روایات رو چی قبول کردیم، لکن شما چی؟ ها؟ بله تو کتاباتون آمد لکن قبول کردید که این روایات چیه؟ میگن میگه آقا ما کجا قبول کردیم که این روایات؟ میگه آقا این دلیلش. اینم علامه این مجلسی ها میگه مهمترین شخصیت الان که واقعا کل منظومه فکر تشیع رو منبر و نمیدونم کانال ها و نمیدونم علما و بزرگان استنادشون به چی ها؟ به کی ها؟ به علامه مجلسی ها، بحار مجلسی ها. اصلا بحار نبود، تشیع نبود برای بعضی ها. این مرآة العقول جلد 12 ها صفحه 525 روایتی آقا نقل میکنه در کتاب النوادر من کتاب فضل القرآن کافی. یعنی این روایت کجا آمده آقا؟ حالا خوبه الحمدلله ایشون روایت رو برده تو نوادر. حالا مقصودشم چرا روایت رو برده تو نوادر؟ بحث جای خودش باید با کلینی کرد. علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله قال ان القرآن الذي جاء به جبرائيل الى محمد صلى الله عليه واله 17000 آیه. پس اینی که الان شما دارید آقا چقدره؟ دیگه یک سوم قرآن، یعنی قرآن سه جلدی بوده آقا، الان دست ما چی آقا؟ یه جلدیشه قرآن دست ما. ولیکن مثل این که آده آقای یک کتابی نوشته سه جلدیش، یه جلدش دست شما هست، دو جلدشی آقا امام زمان و اینا معتقدن که میاد دو جلدش هم با خودش میاره آقا. یأتی به قرآن جدید کما بعض روایات مجعول اسرائیلی، آقا یأتی به قرآن جدید، این تعبیرات آمده. خب این روایت را بهبودی در صحیح الکافی تضعیف کرد، گفت روایت ضعیف تموش. اما ببینید علامه مجلسی درباره این روایت چی میگه؟ میگه فالخبر صحیح، خبر صحیح معتبر است. لا یخفا ولا یخفا ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحه از نظر سند صريحه في نقص القران. ببینید، پس ببینید محل النزاع چی آقا؟ نه اینی که دست ماست تغییر پیدا کرده، اینی که دست ماست چی؟ درسته، ولكن همش دست ما نیست. صريحه في نقص القران و تغییره، این عطف تفسیر بر نقصه، مقصود از نقص التغییر یعنی چی؟ نقص قرآن. و عندي، حالا گوش کنید، و عندي ان الاخبار في هذا الباب متواتره معنا. خب دیگه خودتونم در منطق خوندید آقا، تواتر مفید چی آقا؟ یقینا دیگه از اولیات آقا، از بدیهیات آقا، دیگه شما یقینیات ست دارید، یکی از یقینیات چی آقا در منطق؟ ها؟ المتواترات. ایشون میگه آقا متواتر. و طرح جمیعها لازمش اینه، گوش کنید، ولكن وفي هذا الباب وهي لا تقصر عن اخبار الامامه. یعنی اگر ما هزار روایت در امامت داریم، چطور امامت اصل از اصول اعتقاد امامیت شده، این روایاتم على حد روایات چیه؟ امامت. یعنی باید اصل از اصول چی بشه؟ ها؟ اعتقادات امامیه بشه که این قرآن کامله یا ناقصه؟ یعنی نسخه کامل دست ما رضیه، نسخه ناقصش ها. خیلی عبارت مهمیه، اینم علامه مجلسی. پس اینطور نیست که آقا فقط روایاتی در کتاب ها آمده. ببینید آقا، این یکی از فرقهای مهمیه بین اهل سنت و بین شیعه.
حالا امکان داره شما پیدا کنید یکی دو تا سه تام در اهل سنت قبول کرده، لکنه بزرگانشون نیستن، اونا رد کردن. روایاتشون کتاباشون هست. اینطور نیست که ما اونا بتونن فقط به ما بگن آقا تو کتاباتون پر آقا روایات چی؟ حالا امکان داره ما بیشتر باشه، ولیکنه میخوام بگم اینطور نیست که روایات اونا هم مبرا باشه. نه اینطور نیست ها، اونا هم تو روایاتشون خوندیم برای شما دیگه، روایات هم معتبر هم هست ها. اینجا این سوال مطرح میه که انشاءالله برای هفته آینده و اون اینه جوابش برای هفته آینده و اون اینه که آقا این امثال این مسائل، یعنی تحریف قرآن، یعنی سهو النبی، یعنی نوم النبی، یعنی مسائل ده ها مسئله دیگر، اینها ریشه هاش کجاست؟ چطور در معارف دینی ما وارد شده؟ که ما اگر ریشه یابی نکنیم بینی و بین الله، اگر اینجا توانستیم فرار کنیم یا یه طوری جواب بدیم، جاهای دیگه میمونیم آقا، نمیتونیم جواب بدیم. لزام شما الی الان میبینید که آقا بینی و بین الله با همه اشکالاتی که داره میشه، حالا میبینید خودتون با همه اشکالاتی که داره میشه، به شیعه ها در مسئله تحریف قرآن الی الان نه حوزه نجف آقا بیانیه صادر کرده تو که آقا بگن آقا بله بعض علما میگفتن ولیکن بزرگان ما چی قبول ندارن، صادر نشد. نه حوزه قوم از معاصرین الان شما امکان داری برید آقا به آیون بگید آقا شما قائل میگه نقم قائل نیستیم آقا به تحریف قرآن، به این معنا از تحریف که نقص باشه. یا خب شما بشینید آقا بین ما بزرگان حوزه 5 نفر 10 نفر آقا یه بیانیه صادر کنید که این یک وثیقه‌ای باشه، یک مدرکی باشه، هر شیعه‌ای که میخواد اون به ما اشکال بگه میگه نه آقا بزرگان شیعه چی ها قائل نیست. کما اینکه در مسائل دیگر هم شد، در مسائل دیگر حالا اعتقادی باشه، نمیدونم سیاسی باشه، نمیدونم فکری باشه، شعائری باشه، فلان، خب بزرگانی جمع شدن چیکار کردن آقا؟ خب بیانیه صادر کردن. خب چرا الی الان آقایون ما نتونستن این کارو بکنن؟ نمیخوان. به نظر بنده خیلی از بزرگان میخوان. حالا چرا حاصل نشده؟ ترسشون از چیه؟ چرا این کارو دارن نمیکنن؟ بنده واقعا بنده نمیدونم، ولیکن یکی از احتمالش رو این میدم که اگر اینطور بیانیه صادر بشه این حرفا دیگه چی میره؟ ها؟ نه فقط کتاب ها زیر سوال میره، اصحابش هم چی؟ زیر سوال میره. که حتی به اینها بی احترامی نشه، این بیانیه ها چی داره صادر نمیشه. با اینکه الان ضرورت داره یا نداره؟ بنده آ تو مسائل کوچکتر از این. كم مرة عصف الأنين بداخلي، كم مرة قد ذاق قلبي من أسى محل تمر، وكم كرهت مصابها، لكن رأيت الخير يسكب في أنا